با تقدیم سلام خسته نباشید، خوش آمده با برنامه امروز ما. با برنامه که امروز با میخیم یک غذای تایلندی بر شما آماده بسازیم. البته چیست؟ کوکنت شیشلیک کباب، یعنی یک کباب شیشلیک همراه با چی آماده میسازیم؟ شیر ناریال. کباب تایلندی، گوشت پشت مغز، روغن، سیر، پیاز، مرچ تازه، زردچوبه، شیر ناریال، مرچ دلمه، زردک، نمک، مرچ سیاه، گشنیز، کاهو، بادنجان رومی و لیمو. خب، ما خود گفتیم که امروز ما یک کباب شیشلیک همراه با روغن ناریال یا همراه با شیر ناریال و همراه با قیماق ناریال آماده می‌سازیم. می‌فهمیم که کباب کمی که سرد است. در این وقت سردی اگر ما یک غذای گرم آماده بسازیم بسیار بهتر میشه. ما می‌خوایم امروز یک گوشت بسیار مزه‌دار را سرخ کنیم همراه با ناریال و بعدش همراه با سبزیجات یک جا آمادهش کنیم، با کمی که کاهو سالاد همتون نوشیدنش کنیم. بسیار کیف میکنه، بسیار مزه‌دار آماده هم میشه. پس شما اگر میخواید این غذا رو یاد بگیرید تا آخر برنامه رو تعقیب کنیم و ببینید به چه شکل آماده میشه. پیش از همه داخل دیگ یک کمی که روغن اضافه میکنیم و این گوشت رو که ما میخواییم که آماده بسازیم، خب این تخته سبزیجات است و میشه که از این تخته استفاده کنیم. خب، یک گوشتی است که بسیار نازک و بسیار مزه‌دار هم است و ما میتونیم خوبتر خوب بازم از این استفاده میکنیم، مشکل نیست. اینا را به این شکل نازک نازک برش میکنیم. اگر شما از گوشت سرخی به این شکل آماده میسازید، کوشش کنید که پیش از پیش همراه با سیر و کمک آب پیاز اختش کنید. بسیار نرم هم میشه و اگر میخواید با طور ساده شما درست کنید، میتونه که همراه با کیوی اختش کنه. خب این گوشت است که به این اندازه همیشه باید برش کنیم. هم برش میکنیم همین رقم، همه ازی باید که به میک سازی یک اندازه باید آماده شوه. خب همین رقم گوشت آماده می سازیم تا همتو مزه‌دار و لذیذ آماده شد. خب گوشت آماده شد، این هم همین قسمت می گذاریم به خاطر از اینکه ما بتونیم به شکل بسیار خوب و درستش آمادهش کنیم. خب یک کمک روغن که اضافه می کنیم و بعدش این گوشت اضافه می کنیم تا کمک گوشت سرخ شوه و یک مزی خوب را برای خود بگیره تا یک ذائقه عالی داشته باشه. خب حالا گوشت کم کم سرخ میشه به شکل بسیار خوب و که همه تو ما میخواییم آماده شود و این هم قیماق ناریال یا شیر ناریالی است که همراه از این ما میخواییم آمادهش کنیم. یک مزی خاص داره و یک طعم خاص داره که ما میتونیم به شکل خوب و همه تو مزه‌دار آمادهش کنیم. خب در جریان سرخ شدنه که ما میخواییم گوشت سرخ کنیم آماده بسازیم، دما که سیر هم اضافه کنیم بسیار خوب میشه و خاطر از اینکه همراه با سیر همو طعم خدا و ذائقه خدا برای خود میگره. خب این هم گوشت که همراه با سیر و روغن سرخش میکنیم، میخوایم که چهار طرفش کاملا بسته شود و سرخی ازی معلوم نشه. به خاطر ازی که وقتی سرخیش معلوم نشد میفهمیم چهار طرفش بسته شده و هم از این خود پیدا میکنه و همین رقم باید که آماده هم شود.
گوشت با می اندازه که وقتی چهار طرفش خوب بسته کرد حرارتش کم میکنیم و داخل از این ما کمک پیاز هم اضافه میکنیم. بعد از اینکه پیاز اضافه کردیم نوبت میرسه و مرچ تازه که همراه با مرچ تازه، همه قدر پیاز کافی است برش، دیگه پیاز اضافه نمیکنیم. و این غذا که امروز آماده میسازیم بسیار باید تند هم باشه، این قدر هم تند نباشه که ما خورده نداریم. نظر به شبخه لاخی ماست، نظر به ایسته که ما چقدر تند خورده میتونیم. پس به مخاطر ما کمی که مرچ اضافه میکنیم. در اصلش یک غذای بسیار تندی است که بسیار مرچ زیادی داشته باشه. خب برای کسایی که همه قدر تند خورده میتونن، برای کسایی که تند خورده نمیتونن دیگه ضروری نیست که باز برای خود تند آمادش کنن. پیاز هم همراه با گوشت باید کمی که سرخ شوه همین رقم. یک گوشتی است که با یک طرف بسیار کم نرم میشه و مزه خوب میکشه. و همین رقم میگذارمش یک کمی که سرخ شوه. برای سرخ شدن از اینکه مزه خود بکشه و رنگ خود هم تغییر کنه بتم کمی که زردچوبه اضافه میکنیم. زردچوبه هم مزهش تغییر میده و به شکل بسیار خوبی ما میتونیم آمادهش کنیم. رنگ خود تغییر داد، به شکل بسیار خوبی آماده شد. ادامه میتیم تا وقتی پیاز کمی که خودن نرم بسازه. خب باید که کمی که رنگ خود تغییر بده، یک رنگ و شکل خوبی را برای خود بگیره. منتظرش می باشیم باز هم تا پیاز زی معلوم میشه کمی که سخت است خودم نرم بسازه. کاملا سر روغن بیایه، وقتی کاملا سر روغن آمد بعدش اضافه میکنیم. البته شیر ناریال است، ما میتونیم از شیرش استفاده کنیم و هم میتونیم از قیماقش هم استفاده کنیم. اگر شیرش نبود قیماق نبود از روغنش استفاده کنیم، بازم به یک ذائقه خوب و یک مزه خوبی آمده میشه. ولی اگر شیرش پیدا کنیم خوبتر است. شیر زی در بعضی سوپرمارکت ها پیدا میشه، فایده بسیار زیادی داره، انرژی بسیار زیاد داره و مزهش پرسان نکنه بسیار زیاد است. ای هم نوبت قیماق نبیاد یا شیر نبیاد. خب دمی اندازه آماده شد، رنگ بسیار خوبی را برای خود گرفت و منتظرش می باشیم تا چی شوه؟ منتظرش می باشیم تا بس همیشه جوش بیایه و کاملا یک کمی که خود کم کنه. وقتی کم شد بعد از او خوبتر آماده میشه و تا وقتی که جوش میکنه آب خود کم میکنه. میریم یک وقفه کوتاه و برمیگردیم. با شما هستیم دوستان عزیز و بخش دوم برنامه است که ما میخواییم همین غذای امروز به شکل بسیار خوبی آمده بسازیم. اگر شما کدام پیشنهاد انتقاد می داشته باشید شما میتونید با 654 تماس گرفته، کلید 4 باز هم به طریق کلید 4 دار کرده و بعد از بیپ میتونید پیامتون بگذاره و هم میتونید از طریق مسیج 44 نوشته و بعد از اون پیام خود بگذاره و با 654 روان کنید باز هم به ما میرسه. خدا کنه که همون غذاهای بسیار مزه‌دار و لذیذ برای ما فرمایش بدید تا براتون آماده بسازیم. مثل با همکار دیگه منه که بگه که مثل یک دوستی که برای ما مسیج گفته بود درای کرده بدم، گفتم که برای ما ماچک بود. ماچک از این چیز تا دیگه. خب یک غذای سابقی هسته که زیادتر مردم سابقه استفاده میکردن. خب پوشش کنیم که از غذاهای نو و از غذاهای بسیار قوی و پر انرژی استفاده کنیم. خب ما هم امروز این غذا رو میبینه که چقدر خوب جوش میخوره، چقدر یک لواب غلیظی برای خود آماده ساخته و بسیار هم تو خوب آماده شده
که ما میتونیم به شکل بسیار خوب از این استفاده کنیم و گوشت دیده که به می اندازه آماده ساختیم و بسش است. از این که دیگه باید آبش کم شود به خاطر که میخوایم کمتر باشه و مرچ دلمه سبز و مرچ دلمه سرخ هم کمک اضافه میکنیم تا یک رنگ و طعم و مزه خاص خود داشته باشه. اینا رو بسیار نازک نازک برش میکنیم. برای نظر من همه خدر بس شست. از اینکه دیگه زیادش هم باز غذا رو خراب میکنه. همه لذت زردک هم اضافه میکنیم و مخلوطش هم میکنیم بخاطر از اینکه زردک باید کمی که زودتر نرم شد و همراه با گوشت. حرارتش کم میکنیم به خاطر با حرارت کم آماده میسازیمش. همین اندازه باشه و همین اندازه مرچ دلمه زرد و سبز هم استفاده میکنیم یک کمه که ایرام همون اندازه که ما زردک نازک نازک برش کردیم ایرام برش میکنیم. این دو رنگ ما استفاده کردیم، شما میتونید که از یکش استفاده کنید، هیچ مشکلی نیست، فقط ما به خاطر رنگش. خب همین رقم کسایی که پایدردی دارن، کسایی که زیادتر از زانو تشویش میکنن یا رنج میبرن که زیاد درد میداشته باشه، از مرچ دلمه زیادتر استفاده کنید، برایتان زیادتر فایده میرسه، خصوصا درد مفصل زودتر از بین میبره و کسایی که مشکل دارن میتونن که از زیادتر استفاده کنن و هم مرچ دلمه که داخل از این استفاده میکنیم. خلاص شما دیدید که داخل از این ما فقط هم سبزیجات و هم آوده که اضافه کردیم کاملا بسیار خوب و خوشمزه آمده شد و حال نوبت میرسه به نمک. این غذایی که امروز آمده میسیدیم یک غذایی است که نمک ازی باید بسیار کم باشه، بسیار کم، اما خیلی که فقط یک بگم که داخل از این کمک نمک است بس، اصلا باید که امو احساس نشه که داخل از این نمک است. کمک مرچ سیام اندازیم و خلاص، دیگه هیچ تم دنده اضافه نمیشه داخل از این، هیچ مسئله دیگه اضافه نمیشه، چرا که خود از این یک مزه خاص خود می داشته باشه و یک ذائقه عالی می داشته باشه برای خود. خب اینا میگذاریم همین رقم تا یک کم کم نرم بسازه خدا و به این شکل حرارت بسیار کم ضرورت داره. اگر حرارت زیر ما دفتن زیاد کنیم به خاطر که عشیر ناریال استفاده کردیم او خود زودتر خشک میکنه و آب زیر مکمل از بین میبره و اما فواید و اونمو انرژی که داخل زیست همش ایچ میشه. پس اگر میخوای که همتون مزه دار آماده شه و همتون یک ذائقه خوبی داشته باشه باید که به این شکل ایرا بگذاری تا آماده شه. تا وقتی که آماده میشه از برگ گشنیز هم ضرورت داریم دیگه، فقط از برگ از استفاده میکنیم، از ساقش هیچ استفاده نمیکنیم و برگ از این را هم میده میده کردن نمیتونیم اضافه کنیم، میخوایم که همه تو درست درست اضافه شود. خب همین رقم از برگ از استفاده میکنیم. گشنیز هم فایده بسیار زیادی داره و برای لوزی که فایده داره در هر غذایی که ما استفاده کنیم غذا را خوشمزه میسازه. پس شما هم کوشش کنید از سبزیجات زیادتر در غذا استفاده کنید. شاید که تجربه کرده باشه که اگر ما یک شوربای بسیار خوب آماده میسازیم داخل از او از گشنیز استفاده کنیم چقدر خوشبو و خوش طعم آماده میشه. و همین رقم می آماده می سازیم. کسایی که با سلیقه باشن این قسمت های ساق گشنیز دور نمی کنن. البته که این قسمت هایش دور انداختن نشد، ما باید توشش کنیم. ما می تونیم از این وقتی سوپ آماده می سازیم همیشه آماده می کرده داخل سوپ اضافه کنیم، بسیار خوب بوی خوبی داره. برگ از این بوی خاص خود داره و ساقش هم بوی خاص خود از برگ شده کمک ساقش ریستر از بیش و این هم گشنیزی که آماده ساختیم یعنی برگ برگ ساختیم همه زیره برگ برگ اضافه کردیم داخلش اضافه میکنیم و باز هم مخلوطش میکنیم.
خب حالا میبینیم زردک اگر نرم شده بود خوب و خوب، اگر نشده بود ما یک کمی که دیگه هم از این قیماق اضافه میکنیم، از شیر ناریل کمی دیگه هم اضافه میکنیم. کمی که سخت است کمی دیگه هم شیر اضافه میکنیم و خلاص. حالا مخلوطش میکنیم تا پس دوباره کمی که خدا بسته کنه. خب اینا میگذاریم تا آیسته آیسته آماده شه و آیسته آیسته جوش بخوره و به شکل درست خود آماده بسازه. حالا شروع میکنیم با آماده ساختن سلات زیره که ما میخوایم آماده بسازیم. ما ضرورت به یک بشقاب و یک کاسه که داریم خورترک، یک کاسه کلون و بعد تراشک هم ضرورت داریم که تراشک هم اینجاست. و زردک زردک می کشیم و غذایی که امروز آماده میشه با یک سالات آماده میشه و تزین زی هم به تو به یک سالات بسیار خوبی آماده شه. و می اندازه زردکی که ضرورت داشتیم از تراشک کشیدیم و قسمت میگذاریمش. خب این هم زردک شد. کم را با زردک میخوایم تزیینش کنیم، یک شکل و رنگ خوبی را برای خود بگیره. و کاهو، از این کاهو آوردیم، از این کاهو ما میتونیم یک دیزاین بسیار خوب یا یک تزیین بسیار خوب ما بتونیم آماده بسازیم با این خزان. و این اول از این قسمت ما برش میکنیم به خاطر که از این قسمت اگر برش کنیم خوبتر آماده میشه. برای هم یک دانه بشقاب میریم. میخوایم که همه سبزی تو همه چیزا که هست همیشه باید پیش از پیش داشته باشیم و تا وقتی گیر آماده میسازیم میریم یک وقفه کوتاه میگیریم و برمیگردیم. با شما هستیم دوستان عزیز و بخش سیمون برنامه است که بخش سیمون با روبه هتیه شروع میکنیم. روبه هتیه یک روبه بسیار خوب و لذیذی است که غذا رو مزدار میسازه و شما میتونه که از روبه هتیه به شکل بسیار خوب در غذاهای بسیار مزدار استفاده کنه. روبه هتیه باز کردن سرپوشش بسیار ساده و آسان است و یک سرپوش پلاستیکی داره. وقتی از روبه هتیه استفاده کردیم پس دوباره سرپوش میگذاریم تا روبه همه تو همیش تازه باشه و همه تو غلیظ و همه تو مزدار یک ترشیگه که خاص داره که میتونیم ازش استفاده کنیم. و حالا شروع میکنیم با آماده ساختن سالات، سالاتی که ما میخوایم با این غذا را تزیین کنیم. اینا را همیشه باید اول از این قسمت روش کنیم تا کمی خوب تر آماده شود. خب به خاطر بتونیم خوب تر آمادهش کنیم این قسمت شب روش میکنیم. باید که این هم جا به جا شما همه زیره ما باید که همه تو آماده بسازیم. همین رقم با تیر آماده بسازیم و بغلش هم برش کنیم تا کاهو جا به جا شد و خوبتر خدا بسته کنم. یک کمی دیگه هم ضرورت داریم. خب یک دو دانه دیگه شما اگرم تو کلان کلان میبید تو بهتر میشد ولی که نیست فرق نمی کنم. ما میتونیم اینا رو همین رقم آماده بسازیم. خب حالا به این رقم آمادهش میکنیم. به این رقم آماده شد. همین رقم از این زردک کمی اضافه میکنیم در قسمتاش.
این به خاطر رنگش است که یک رنگ بسیار خوبی داره، بسیار مقبول هم معلوم میشه. و نوبت بادنجان رومی هم است. و ببینیم که بادنجان رومی که زیاد سخت باشه خوب تر آمده میشه. سیدانه کافیز برای ما و این لیمو رو هم بگیریم فراموش ما نشه قسمت بگذاریمش. خب از بادنجان رومی شروع میکنیم. برمیداریم قسمتش میگذاریم و باید که باقی ماندهش هم همین رقم آماده بسازیم. اینا را کمه که رقم بردار آماده میسازیم تا بتونیم خوبتر جا بر جاش کنیم. خب این دومش که بادنجانمی دوم هم میخواییم خوبتر آماده کنیم. هرچی بادنجانمی سخت باشه کلانتر باشه خوبتر آماده میشه و خوبتر برش باید هم شمه. وای هم خب و من اندازه آماده ساختیمش بس شد خوب تر آماده شد. وای هم همین رقم برش میکنیم تا خوب تر آماده شد. خلاص آماده است و مرچم اگر خوش داشتیم ما میتونیم که یک کمی که مرچ هم برای خود اضافه کنیم تا یک رنگ شکل بسیار خوبی رو برای خود بگیره. و حال نوبت از غذا میرسه. حالا چه کمی که برای فعلا زیاد میکنم تا وقتی که داخل بشقاب میکشمش. همین رقم یک کمی که حرارت به خاطر که در جریان آماده ساختن حرارتش بسیار کم بود و حال به خاطر از اینکه غذا آماده شده سلات هم آماده شده فقط بابا پیش میریم.
خب همین رقم آماده ساختیم. یک غذا بسیار مزه‌دار و لذیذ. شما هم میتونید که همون یک غذای خوب برای خود آماده بسازید. رنگ بسیار مقبول، مزه بسیار خوب و ذائقه بسیار عالی و بسیار داغه. میخواستم امتحان کنم ولی با حرارتی که دارم بسیار داغ هست. یک مزه خاص، لذت خاص و یک بوی بسیار خوبی که داره. شما میتونید آماده بسازید، خصوصا برای اطفالتان که هوا سرد است، زودتر مریض میشن. میتونید که از این غذای بسیار قوی و لذیذ آماده بسازید. این بود برنامه امروز. تا برنامه بعدی، خدا یارتان. کباب تایلندی، گوشت پشت مغز، روغن، سیر، پیاز، مرچ تازه، زردچوبه، شیره ناریال، مرچ دلمه، زردک، نمک، مرچ سیاه، گشنیز، کاهو، بادنجان رومی و لیمو.